سازمان عفو بین الملل از کشورهای جهان خواست با امضای دادخواستی علیه نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان اقدام کنند. همزمان رئیس یوناما میگوید که طبق مشورت‌های سازمان ملل متحد با مردم افغانستان توافق گسترده‌ای وجود دارد که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در بیانیه‌ای که سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه 12 شهریور منتشر کرده، از جامعه جهانی خواسته شده تا در برابر اقدامات محدودکننده طالبان سکوت خود را بشکنند. عفو بین الملل تأکید می‌کند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این کشور در یک سقوط آزاد از نظر نقض حقوق بشر قرار گرفته است. به گفته عفو بین الملل، زنان در افغانستان از همه عرصه‌های زندگی محروم شدند و آزارهایی مانند شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری و سانسور با مصونیت کامل ادامه دارد. این سازمان همچنین هشدار داده است که بازگشت مجازات‌های بدنی و نبود قوه قضایی مستقل وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌تر کرده و قربانیان را از دسترسی به عدالت محروم می‌کند. در همین حال رئیس یوناما میگوید که طبق مشورت‌های سازمان ملل متحد با مردم افغانستان توافق گسترده‌ای وجود دارد که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود. وی رسمیت شناختن طالبان را مشروط به حل مسائل حقوق زنان، آموزش دختران و ایجاد قانون اساسی قابل قبول دانست. شورای امنیت سازمان ملل به تازگی گزارشی از برنامه خود در ماه سپتامبر را منتشر کرد که قرار است در این ماه جلسه‌ای درباره افغانستان برگزار کند. در این گزارش به تحولات 3 ماه گذشته در افغانستان پرداخته شده و درباره گزینه‌ها و اقدامات احتمالی این سازمان در مورد افغانستان بحث شده است. همزمان با این گزارش، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید که پیش از نشست شورای حقوق بشر ملل متحد برای گفتگو در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان به کشورهای منطقه سفر کرده است. آقای بنت گفته که به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. قرار است 57th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته آینده در ژنو آغاز شود. از عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین الملل از روم پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای اسماعیلی سلام و عرض ادب. آقای اسماعیلی، به نظر شما این گونه تلاش های بین المللی تا چه حد میتونه چهره طالبان را در دنیا بیشتر به افکار عمومی معرفی کنه؟ آیا این اقدامات در تغییر رویکرد طالبان موثره؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و همه بینندگان شما. ممنونم. بله، اعمال فشارهای بین از سوی سازمان بین مثلا شورای در قبال عملکرد طالبان تاثیر واقع شود و چهره منفی طالبان در که یک تعداد زیادی از لابیگران آن در آمریکا و در دیگر کشورها سالهای سال کوشیدن که از آن سفید نمایی نمایند، حتی در زمانی که طالبان هنوز به قدرت نرسیده بودند، تعداد زیادی از لابیگران طالبان که مکنون موجود هستند مثل آقای زلمه خلیلزاد و همکارانشان و تعدادی از رسانه‌های بین‌المللی مخصوصاً رسانه‌های غربی که آنها سفید نمایی می‌کردند از طالبان که طالبان عوض شدند و طالبان قدیم نیستند، اینا اصلاح شدند، اینا به ما قول دادن که قانون حقوق بشر نقض نمی کنن، اینا به همه مردم اجازه میدن که در سیاست دخیل باشن، اما اینها همه بالاخره روسیه شدن و دنیا الان میدونن که طالبان همون طالبان قدیم است و اونا قابل تغییر نیستن و این عمل میتونن نقطه فشار، نقطه قوت باشه بر علیه طالبان و میتونه یک امیدواری برای مردم افغانستان باشن که مردم افغانستان ببینن که واقعا جامعه جهانی و مخصوصا شورای امنیت و سازمان ملل هنوز افغانستان فراموش نکردن، مردم افغانستان فراموش نکردن و میتونن امیدوار به آینده باشن که ممکن تغییرات رونما گردد و باعث سقوط طالبان یا اصلاح طالبان شود.
ممنونم از همراهیتون. با تشکر از عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.